شاه غلامه. من 7 سالم بود و یه مردی که نه بابام بود نه عمو و داییم دلمو برده بود، عاشقش شده بودم. این تنها عکسیه که ازش هست، منم تو این عکس هستم، اینجا پشت درخت. 13 به در سال 67 که دست جمعی رفتیم کوه. شاه غلام همیشه می اومد خونمون، با داییام و بابام رفیق بود. اون مثل هیچ کس دیگه ای نبود، مثل بابا و مامان نبود، مثل عمو سعید نبود، مثل هیچ کدوم از دایی ها و خاله ها نبود، حتی از مامان بزرگم هم مهربون تر بود. از هیچی نمی ترسید، می تونست تمام حرفای سخت کلاس اولو با چشمای بسته بخونه، حتی می تونست 1000 رو از 20 میلیون برداره و نتیجهشو ضرب در 7 کنه. عاشق بوی سیگار لباسش بودم. یه بار که ته سیگارش انداخته بود ته حیات، یواشکی برداشتم روشن کردم، بوی اونو می داد. نفهمیدم از سیگاره بود یا از بوی شاه غلام که سرم گیج رفت و افتادم. وقتی نگاش به می افتاد چشام درد می گرفت، نمی تونستم به چشاش نگاه کنم. عینکشو بر می داشتم و می زدم به چشام و می شستم یه گوشه تا بتونم هر چقدر دلم می خواد نگاش کنم. شاه غلام از اون آدما بود که همه از دیدنش خوشحال می شدن، من بیشتر از همه. اگه دوربین فیلم برداریش هم همراهش بود که چه بهتر. هر وقت منو می دید شروع می کرد برام خوندن. مامانم میگفت اصلا شاه غلام گفت اسمتو بذاریم پگاه. پرسیدم پگاه یعنی چی؟ گفت یعنی سپیده دم، یعنی اون موقعی که شب تموم میشه. دوروبر ما فقط شاه غلام بود که دوربین داشت، همیشه از همون فیلم می گرفت. تو تمام دوره همیای خانوادگیمون بود. این یکی از همون فیلم هاست. اینجا من 4 سالمه. یه روز انقدر برف اومده بود که نمی شد از خونه رفت بیرون. شاه غلام گفت برید برفا رو پارو کنید، می خوام ازتون فیلم بگیرم. به عشق دوربین دست به کار شدیم. من نمیفهمیدم تو خونه ولگشتن ما یا برف پارو کردن چی توش بود که بعد ضبط میشد برای بعدها. اما شاه غلام حتما میدونست. تو 7 سالگی اولین قصه‌های انقلاب از شاه غلام شنیدم. کیف میکرد وقتی برامون از انقلابش میگفت. شاه غلام از جنس اینا بود. توی به دل نشستنش اوورکوت امریکایی هم دخیل بود. اصلاً اوورکوت امریکایی انقدر که به اون میومد به خود امریکایی ها نیومد.
انقلاب کرده بود و از انقلابش فیلم گرفته بود. تو فیلماش خیلی جاها از هیجان دستاش لرزیده بود. قصه های یهو قطع شد. ده سال از انقلاب شاغلام گذشته بود که یه روز دیگه نیامد. نمیدونم چقدر شد که منتظرش بودم. دلم برای شنیدن حرفاش تنگ شده بود. صداش دائم تو سرم بود. یه شب یواشکی رفتم سراغ عکس 13 بده. آلبوم رو باز کردم. فرداش از هر کی پرسیدم شاه غلام چرا عکسش ریخته، گفتن این شاه غلام نیست. شاه غلام اون روز با ما نبوده. خندم گرفت. از مامانم پرسیدم. حتی از رو چرخیاتی سرشو بلند نکرد. فقط گفت شاه غلام با ما نبوده. به بابام گفتم مامان دروغ میگه؟ سرش تو روزنامه بود. خودشو زد به نشیندن. مامان بزرگ، عکس شاه غلام چرا ریخته؟ خاله جیلا، عکس شاه غلامو دیدی؟ دایی، از شاه غلام خبر داری؟ شما هم نمیدونید شاه غلام چرا پاک شده؟ همه سکوت کردن. از اون روز گفتن اسمش هم توی خونه ممنوع شد. منم ساکت شدم. مطمئن بودم اون روز از پشت تنه درخت زل زده بودم به شاه غلام و شاه غلام اونجا بود. انقدر نگاش کردم که اون شب شاه غلام اومد به خوابم. شروع کرد برام خوندن. میتونستم بدون عینک تو چشاش نگاه کنم. اما چشماش نبودن. پاک شده بودن. بهش گفتم چرا پاکت کردن؟ گفت شاید ترسیدن. گفتم هر کی میترسید باید برمیداشت خودشو پاک میکرد. گفت اون وقت صورت همه زنده ها پاک میشد و فقط اونا که مرده بودن میموندن. تو که نمیخواستی سربازا مامان بابا تو ببرن؟ پرسیدم چرا اسممو گذاشتی پگاه؟ جواب نداد. رفت. دوست داشتم منم خودمو پاک میکردم و میرفتم پیشش. چند وقت بعد خونه مهین هم کلاسیم وسط ورق زدن آلبوم عروسی مامان باباش عکس شاه غلامو دیدم. داد کشیدم گفتم این شاه غلامه. تو عروسی مامانت بوده. پس تو هم شاه غلامو میشناسی مهین.
مهین نگام کرد و گفت نه، نمیشناسم. اینم شاغلام نیست. این عمو محموده. بابام میگه سربازا بردنش. گفتم ولی شاغلام و سربازا نبردن. شاغلام دزدی نمی کرد، فوش نمی داد، دروغ نمی گفت. مرد خوبی بود. مهین گفت بابام میگه عمو محمودم مرد خوبی بود. چند روز بعد تو مدرسه مریم گفت مهریم زن خوبی بود. فرشته گفت حسینم مرد خوبی بود. فرح گفت فرهادم مرد خوبی بود. سپیده گفت رضاام مرد خوبی بود. پریسا گفت مریمم زن خوبی بود. پر بود شاغلام، پر بود محمد، امیر، علی، بهرام، پر بود مهری، ماندانا، زهرا سادات، همه اعدام شده بودن، همه پاک شده بودن. فیلم ها رو مرور میکنم. تنها چیزی که از شاغلام مونده همین فیلم هاست. و یه تصویر ناواضح که هرچی میگذره سخت‌تر جزئیاتش یادم میاد. اما سعی میکنم به خاطر بیارمش. چشم های قهوه‌ای روشنش، شال گردن خاکستری دور گردنش که شایدم سبز بود، صدای گرفته و آرومش و لبخندش. هر چقدر میگذره این جزئیات کم رنگ‌تر میشه، اما من سعی میکنم فراموش نکنم. سعی میکنم فراموش نکنم. سعی میکنم فراموش نکنم. سعی میکنم.